سریال فرار مغزهای نفتی همچنان ادامه دارد این موضوع زمانی به شکل یک بحران بروز کرد که سیف الله جهساز مدیر عامل سابق شرکت ملی نفت در روزهای پایانی مدیریتش در دیماه سال گذشته از خروج متخصصین نفتی از کشور به عنوان بزرگترین معضل صنعت نفت کشور سخن گفت به گفته این مدیر عامل سابق شرکت ملی نفت در حال حاضر متخصصین نفتی ایرانی یک چهارم متخصصین همپایه خود در کشورهای دیگر حقوق میگیرند و همین امر باعث بی انگیزگی متخصصین کشور و مهاجرتشان به دیگر کشورها شده است میر محمد صادقی مدیریت امور منابع انسانی وزارت نفت نیز بهمن ماه سال گذشته از برنامه هایی چون افزایش حقوق کارکنان نفتی تا 23 درصد در سال جاری خبر داد در همین رابطه خبر آنلاین خروج متخصصین نفتی از کشور را بررسی کرده است به نوشته این پایگاه خبری در سال جاری به اذعان مسعود میرکاظمی وزیر نفت حقوق کارکنان نفتی تنها 7.8 درصد افزایش یافته است البته مدیریت امور منابع انسانی وزارت نفت در دفاع از اظهار نظر پیشین خود در خصوص افزایش 23 درصدی حقوق نفتی ها بر تحقق این امر پافشاری کرد و تاکید می کند این افزایش حقوق صورت گرفته اما به صورت پلکانی این در حالی است که متخصصان نفتی ایرانی یک چهارم حقوق مهندسان خارجی را در پروژه های ایرانی دریافت می کنند و همین امر نیز باعث کاهش رقابت متخصصان داخلی جهت حضور در صنعت نفت ایران شده است از دید این منبع خبری در فضایی که تحریم ها مانع حضور متخصصین خارجی به کشور می شود حفظ متخصصین نفتی یک ضرورت است که عدم توجه به این اقدام میتواند تواند لطمات جبران ناپذیری را به صنعت نفت ایران وارد کند همزمان روزنامه جهان صنعت در یکی از شماره های اخیر خود از کاهش سی هزار میلیارد تومانی سرمایه گذاری صنعتی در برنامه پنجم توسعه خبر میدهد به نوشته این روزنامه اگر میزان سرمایه گذاری هفتاد هزار میلیارد تومانی برنامه چهارم را درست بدانیم حدود سی هزار میلیارد تومان کاهش سرمایه گذاری صنعتی در برنامه پنجم توسعه داریم که به نوشته این روزنامه وزارت صنایع و معادن باید پاسخگوی آن باشد وفا آذربهاری صدای آمریکا